با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان همچون همیشه بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر هستید در سی دقیقه پیش روی با تازه ترین اخبار دریافتی از ایران منطقه و جهان نخست مروری خواهیم داشت بر سرفصل اهم اخبار و عناوین برگزیده امشب لرزان شدن توافق لوزان با تازه ترین اظهارات آیت الله علی خامنه ای با تنترین کلام و بی معنا خواندن تبریک موفقیت هسته همزمان هشدار تند حسن روحانی رئیس جمهور ایران از عهدنامه لوزان و تهدید اینکه از امضا نیز خودداری خواهد کرد ادامه بحران ها و نبرد ها در کشور جنگ زده یمن با تشدید نبرد های شهری میان شورشیان حوسی شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی و ماجراهای بیپایان حضور زنان ایرانی در ورزشگاه های کشور با تازه تهدید سردار نقدی فرمانده نظامی بسیج و سپا اهم مطالب و عناوین برگزیده ی امشب جمعه 21 فروردین ماه ایرانی است همینک مروری بر شرح جزئیات اخبار برگزیده نخست اعلام رأی ممتنه خامنه ای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در واکنشی به تفاهم اتمی لوزان اعلام کرد که جایی برای موزیگیری نیست و او در حال حاضر نه معافق است و نه مخالف سوال کردن می کنن بعضی ها که چرا فلانی درباره مسئله هستهی موزه نگرفته است جواب این است که جایی برای موضع گیری وجود نداشته است مسئولین ما مسئولین هسته ای مباشرین کار به ما دارن میگن هنوز کاری انجام نگرفته رهبر جمهوری اسلامی حتی درباره به سرانجام رسیدن مذاکرات اتمی ایران با گروه پنج به علاوه یک نیز ابراز تردید کرده و میگوید که در حال حاضر تبریک بی معنی است علی خامنه ای در ادامه اظهارات خود اینگونه می گفت اگر از من ببرزن شما موافقید یا مخالف میگم نه موافقم نه مخالف آنچه تاکنون انجام شده نه اصل توافق و محتوای آن را تضمین می کند نه حتی اینکه مذاکرات تا به آخر برسد آقای خامنه ای همچنین می گفت با توافقی که منافع و عزت ملت را حفظ کند موافقیم اما توافق نکردن شرف دارد به توافقی که به زعم وی منافع و عزت ملت را از بین ببرد رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر طرف مذاکره ایران را بعد عهد خواند و هشدار داد که همه چیز در جزئیات است ممکن است طرف بد عهد مقابل بخواهد در جزئیات کشور ما را محصور کند آیت الله خامنه ای در توضیح اینکه چرا تا کنون به این تفاهم واکنشی نشان نداده است اینگونه ابراز نظر میکرد که جایی برای موزگیری وجود نداشته و هنوز کاری انجام نشده و چیز الزاماوری نیست رهبر جمهوری اسلامی همچنین میافزود با این که خوشمین نبودم با این مذاکرات موردی موافقت کردم مذاکرات موردی مخالفت نکردم موافقت کردم از مذاکره کنندگان هم با همه وجود حمایت کردن الانم حمایت می و اما در سوی دیگر سخنان تن و تا با تهدید حسن روحانی در روز فناوری هستی حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز گذشته در مراسم روز ملی فناوری هستی می ایران هیچ توافقی با گروه پنج به علاوه یک امضا نخواهد کرد مگر آنکه در نخستین روز اجرای این توافق

در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 15 فروردین ما گفته بود که ایالات متحده آمریکا پس از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل موظف به لغو تحریم ها علیه ایران است در همین حال جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید این گونه ابراز نظر میکرد که دولت اوباما مخالف لغو تحریم ها در همان روزی است که توافق هسته احتمالی به اجرا گذاشته خواهد شد بر اساس تفاهم لوزان اتحادیه اروپا تحریم های اقتصادی و مالی مرتبط با برنامه هسته ای ایران را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریم های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته ای را همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته ایران به نحوی که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود متوقف خواهد کرد به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود توافق هسته ای را اولین گام در تعامل سازنده با جهان دانست و گفت که این تعامل سازنده به نفع شرق و غرب و منطقه خواهد بود آن سوی خبر با آن سوی موازه مسئولین جهانی در فراسوی ایران با واکنش فرانسه به موزگیری خامنه ای لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در واکنش به سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است که برای رسیدن به توافق نهایی با ایران مسائل حل نشده ای هستند که باید بر روی آنها کار کرد آقای فابیوس تحریم های اقتصادی را از جمله مواردی ذکر کرد که هنوز بر سر آنها تا به دست نیامده است به گزارش خبرگزاری رویترز آقای فابیوس همچنین گفت ما همان موازعی را که از آغاز داشتیم حفظ خواهیم کرد در صورت امکان خواهان رسیدن به توافق هستیم اما باید تضمینی داده شود که هیچ چیز در سایه و ابهام نماند از فرانسه مجددا به محافل آمریکایی برمیگردیم و میخوانیم تازه ترین خبرها از حمایت لیبرال های ایالات متحده آمریکا از توافق هسته پیشروی. پیش روی چند گروه سیاسی آمریکا در نام ای به رهبران حزب دموکرات در مجلس سنا در مورد طرح رأیگیری کنگره به توافق هسته با ایران هشدار دادند در این نامه که به امضای گروه های موسوم به لیبرالی مانند دموکراسی برای آمریکا و یا گروه حرکت سیاسی رسیده است تأکید شد که در صورت رأی دادن سناتورهای دموکرات به این تر آنها هم مسئول عواقب آن خواهند بود قرار است کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سهشنبه آینده چهاردهم آپریل طرحی را به رأی بگذارد که بر اساس آن در صورت رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای با ایران کنگره باید در مورد لغو تحریم ها علیه ایران نظر دهد هواداران این طرح میگویند آنها به کسب رأی مثبت 67 سناتور که حد نصاب لازم برای جلوگیری از وتوی رئیس جمهوری است نزدیک هستند همزمان کمپینی علیه سناتور چارلز شومر یکی از حامیان این طرح و سومین عضو دموکرات ارشد مجلس سنا به افتاده که تاکنون چهر و چهار هزار نفر آن را امضا کردهاند همچنان بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر هستید با آخرین اظهار موازه هستهای در پنج قاره جهان با تازه مقاله وزیر دفاع اسرائیل موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل گفته است که اگر تفاهم اخیر سوئیس مبنای توافق نهایی اتمی میان ایران و قدرت های جهانی قرار گیرد، احتمال جنگ تقویت خواهد شد. ژنرال یالون در مقاله‌ای که روز چهارشنبه در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست انتشار یافت، مدعی شده است که تفاهم لوزان در سوئیس در صورت مبدل شدن به اساس توافق نهایی هسته‌ای، زیر ساخت‌های اتمی ایران را حفظ خواهد کرد. و زمانگوریز ایران برای ساخت بمب اتم نیز کوتاهتر می شود لازم به توضیح که زمانگوریز به بازه زمانی برای ذخیره کردن مواد هسته‌ای مورد نیاز جهت ساخت یک بمب اتمی اطلاق می شود آقای یعلون در این مقاله مینوشت که اسرائیل با راه حل دیپلماتیک معزل هستهی ایران مخالف نیست بلکه اساس مخالفت اسرائیل توافقی بد است که بر مبنای تفاهم اخیر سوئیس به دست آید به نوشته یعلون کشورش جنگ را نمیخواهد اما میخواهد برای جهانیان روشن کند که مفاد چارچوبه به دست آمده در لزان سوئیس اگر در توافق نهایی اصلاح نشود ایران را قوی تر و پولدار تر خواهد کرد و در آن صورت ایران به سوی بمب اتمی خواهد رفت و در چنان شرایطی است که گزینه جنگ نیز قوی تر می شود این مقام ارشد نظامی اسرائیل از احتمال رفع یا کاهش تحریم ها علیه ایران ابراز نگرانی جدی کرده و نوشته بود که برای برقراری تحریم ها و صبر کردن تا کارساز بودن آنها مدت زمان زیادی طول کشید و این فرصت نباید به آسانی از بین برود خبرها را از حوزه هستی به سوی بحران های پیش آمده در روند اعزام حجاج ایرانی پی میگیریم و برمیگردانیم و در تازه ترین رویداد از دلایل بازگرداندن هواپیمای حجاج ایرانی خبرهایی تازه منتشر می شود پرواز هواپیمای ایران ایر در بعد از ظهر روز پنجشنبه از شیراز به مقصد جده لغو شد به گزارش واحد مرکزی خبر این پرواز به علت صادر نشدن مجوز عربستان باطل شده است این پرواز قرار بود مسافران حج را از فرودگاه جده به شیراز برگرداند. پیش از این نیز عربستان سعودی به یک پرواز ایرانی اجازه فرود در عربستان را نداده بود. ناصر خرد نژاد معاون سازمان حج و زیارت ایران روز پنجشنبه شنبه در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا اعلام می کرد هواپیمایی که شب گذشته از جده به اصفهان بازگردانده شد از ابتدای عملیات عمره به طور مرتب در حال فعالیت بود و هنوز نمیدانیم دلیل اصلی بازگرداندن این هواپیما چه بوده است همزمان شاهروخ نوشابادی مدیر کل روابط عمومی سازمان هواپیمایی روز پنجشنبه در گفتگویی با ایسنا اعلام می کرد از حدود یک سال گذشته این ماجرا شروع شد و هواپیمایی عربستان طی اطلاعیه‌ای به های هواپیمایی مختلف دنیا اعلام کرد که از ورود هواپیماهایی با عمر بالای 25 سال جلوگیری خواهد کرد. آقای نوشابادی در ادامه با بیان اینکه دو هفته پیش هم هواپیمایی کشور عربستان در یک نوبت از ورود ایرباس هما به شهر دمام خودداری کرده است این گونه می گفت آنها در توضیح این اتفاق اینگونه گونه گفتند که چون هواپیمای ایرانی در لیست تحریم های اروپا قرار داشته است اجازه ورود به آن را نخواهیم داد از کشور پادشاهی عربستان سعودی به کشور همسایه عربی عراق می رویم اختلاف نظر بر سر حضور مستشاران ایرانی در جبهه های عراق خالد العبیدی وزیر دفاع عراق حضور مستشاران نظامی ایرانی در میدان نبرد علیه عناصر داعش در عراق را تکذیب کرد به گزارش شبکه تلویزیونی الحدس در خبری دیگر یک عضو شورای استانداری الانبار اراق تأکید کرد مستشاران نظامی ایران در میدانهای نبرد با داعش در استان الانبار حضور دارند این عضو شورای استان الانبار گفته است حضور مستشاران ایرانی در عراق باعث بحث و جدل های گسترده ای شده و شماری از مقامات پارلمان همینطور دولت عراق به حضور مستشاران نظامی ایرانی اذعان آن کردن. از سوی دیگر شیخ نعیم الکعود شیخ اشیره البونمر در استان الانبار در غرب عراق گفت تروریست های داعش 300 زندانی را شامل چندین نیروی پلیس افسر ارتش و غیر نظامی در شهر مرزی قائم در غرب الرمادی اعدام کردند عناصر داعش این افراد را شش ماه پیش و هنگام سیطره بر شهر قائم اسیر کرده بودند عراق عملیات جدیدی را در مناطق صحرایی استان الانبار علیه گروه تروریستی داعش آغاز کرده است این عملیات در چارچوب تکمیل پیروزی های صورت می گیرد که نیروهای اراقی در تکریت محقق کردند حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز از یگانهای نظامی مستقر در مناطق صحرایی استان الانبار بازدید و در سخنانی حمایت قاطع خود را از مردم و نیروهای عراقی اعلام کرد علمای الانبار نیز در بیانیه اعلام کردند به حمایت شبه نظامیان کمیته های مردمی برای آزادسازی الانبار نیازی نیست در این بیانیه شبه نظامیان کمیته های مردمی به شعله ور کردن آتش فتنه تایفعی و قومی با توجه و عملکردشان در استان سلاه و کرکوگ و دیاله متهم شده اند علمای الانبار در این بیانیه اعلام کردند اقدامات شبه نظامیان کمیته های مردمی تروریسم و تایفگری را تقویت می کند. در این بیانیه از ورود ارتش عراق به استان الانبار برای آزادسازی آن از اشغال عناصر تروریستی داعش استقبال شد ادامه کشته شدن اعضای سپاه و بعضا مرزبانان ایرانی در نواحی مرزی استانهای جنوب شرقی با تازه ترین رویداد منتشره که از کشته شدن دو عضو سپاه خبر می دهد. دو نفر از نیروهای مخابرات سپاه پاسداران در شهرستان مهرستان زابولی واقع در جنوب سیستان و بلوچستان توسط افراد مسلح کشته شدهاند به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی رشید پارسائی فرماندار مهرستان روز پنجشنبه گفته است که این دو نفر ظهر روز پنجشنبه به هنگام پایین آمدن از کوه بیرک در شهرستان مهرستان زابولی توسط افراد مسلح کشته شدند. به گفته رشید پارسایی این دو نیروی سپاه پاسداران برای انجام کارهای مخابراتی به منطقه مذکور در این شهرستان رفته بودند که هنگام بازگشت هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفتند. اسامی این دو نیروی سپاه پاسداران مرتزا محمد باغری و محمد, و محمد محمدی سلیمانی اعلام شده است فرماندار مهرستان توضیحات بیشتری در خصوص هویت زاروان که آنها را اشرار مسلح نامیده ارائه نکرده است تا کنون نیز گروهی مشخص و خاص مسئولیت حمله به این دو نیروی سپاه پاسداران را بر عهده نگرفته است مجددا آن سوی خبر را با سوی های تازه از ایران پی میگیریم در طول 24 ساعت گذشته زنان ایرانی نیز بر صدر رسانه ها حضوری پررنگ داشتند و جای داشتند نخست مخالفت سردار نقدی با حضور زنان در ورزشگاه ها محمد نقدی فرمانده بسیج از موافقت با حضور زنان در ورزشگاه ها انتقاد کرده است آقای نقدی در همایش بین المللی میلاد کوسر با طرح این سال که آیا حضور در ورزشگاه ها خواسته واقعی زن ایرانی است می گفت حضور زنان در ورزشگاه ها فضیلتی برای زنان نیست جانشین فرمانده کل سپاه در امر بسیج گفته است حضور و نقش آفرینی زن ایرانی در کمک به مظلومان بحرین، یمن، فلسطین، و عراق و آزادی بیت المقدس هست وظیفه تازه تراشیده برای بانوان ایرانی در سوی دیگر اعتراض جمعی از زنان به تبعیض در آزمون های استخدامی گروهی از زنان به تبعیض در تعیین سهمیه زنان در آزمون استخدام دولتی در سال 94 اعتراض کردند آزمون استخدامی متمرکز دولت که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور آن را برگزار می کند قرار است اول خرداد ماه برگزار شود اما زنان سهم بسیار اندکی از استخدام در سازمان های دولتی دارند بنابر اطلاعات دفترچه آزمون امسال 13 دستگاه دولتی نیروهای جدید خود را بر اساس نتیجه این آزمون استخدام می کند. اما بر اساس سهمی های اعلام شده زنان سهم ناچیزی در این سازمان ها خواهند داشت بنابر گزارش منتشره از منابع مختلف رسانه‌ای در ایران انتشار جزئیات این سهمیه ها اعتراض زنان را برانگیخته و معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده اعلام کرد که دفترچه آزمون استخدامی دولت را بررسی کرده و تبعیض‌هایی در آن دیده است و موارد تبعیض آمیز را نیز به مسئولان عالی رتبه اعلام کرده است شاهین مولا وردی در یک نشست خبری درباره برنامه های هفته بزرگ داشت مقام زن و روز مادر می گفت زنان در دهه گذشته بیکار تر شده اند و باید تدابیر لازم را به منظور استفاده از این منابع انسانی به گیریم چرا که اگر از توانایی های زنان به درستی بهره نبریم پتانسیل های آنان از طرق دیگری نمودار می شود همینک و در این بخش از برنامه یانسوی خبر مروری خواهیم داشت بر اهم اخبار خارجی و منطقی نخست با بحران یمن می ایم که دبیر کل سازمان ملل متحد پایان بحران یمن را خواستار شد بان کیمون دبیر کل سازمان ملل خواهان بازگشت به مذاکرات سیاسی برای حل بحران یمن شد آقای بان کیمون گفته است چیزی که منطقه و جهان به آن نیاز ندارد هرج و مرج و جنایات بیشتر مانند لیبی و سوریه است بان کیمون تاکید کرد گفتگوهای صلح که با میانجیگری سازمان ملل آغاز شده بود بهترین راه حل برای حفظ وحدت یمن و بازگشت آن به دوران گذار سیاسی است دبیر کل سازمان ملل همچنین نسبت به پیامدهای عمیق و طولانی مدت حملات هوایی و تعرضهای شبه نظامیان حوسی در منطقه هشدار داد از سه هفته پیش که حملات هوایی ائتلاف کشورهای عرب منطقه به رهبری عربستان سعودی در یمن آغاز شد زد و خوردها در شهرهای بزرگ آن کشور شدت یافته است در تازه ترین تحول حوسی های یمن روز پنجشنبه شهر نفتخیز اتق واقع در استان شوه را تصرف کردند به گزارش خبرگزاری آلمان تصرف این شهر جای پای شیعیان حوسی را در جنوب یمن محکمتر می کند از سوی دیگر در پی اظهارات یک سخنگوی نظامی سعودی مبنی بر اینکه ایران حوسیان را آموزش می دهد کاردار عربستان در تهران شامگاه چهارشنبه به وزارت امور خارجه فراخوانده شد و مراتب اعتراض ایران به او ابلاغ گردید به گفته سرتیب خلبان الاسیری سخنگوی عملیات طوفان قاطع نیروهای اعتلاف به رهبری عربستان مدارک قاطع و محکم و مستندی از کمک های سپاه پاسداران به حوسی در دست دارند ادامه برنامه از نواردهای زمینی و هوایی با حمله سایبری گروه داعش به رسانه رسانه های فرانسه در پی حمله هکرهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش علیه شبکه پنج فرانسه وزیر فرهنگ این کشور از دستن در کاران رسانه ها خواست تا برای بررسی میزان آسیب پذیری در برابر حملات هکری جلسه فوری تشکیل دهند. به نوشته ی روزنامه بریتانیایی گاردین خانم فلور پلوریان وزیر فرهنگ فرانسه بعد از حمله سایبری فوق در جریان دیداری از محل شبکه 5 در پاریس گفت که رؤسای تمامی شرکت های تلویزیونی و روزنامه های بزرگ از جمله مدیر خبرگزاری فرانس پرس را ظرف 24 ساعت دور هم جمع خواهد کرد. وزیر فرهنگ فرانسه در ادامه اظهارات خود میافزود این اقدام برای اطمینان خاطر خودم درباره نقاط آسیب آنها و هر گونه خطری است که در برابرشان وجود دارد و در این دیدار بهترین راه مقابله با این خطرها را خواهیم یافت در همین حال برنار کازنو وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که پرونده بررسی حملات هکری اخیر گشوده شده و پاریس از زمان حملات خونبار ماه ژانویه ساز و کارهای ضد حکری خود را افزایش داده است. در سوی دیگر نخست وزیر فرانسه در یک توییت حملات حکری علیه شبکه پنج را توهینی غیرقابل قبول به آزادی اطلاعات و آزادی بیان توصیف کرد و حمایت خود از اعضای تحریریه این شبکه تلویزیونی را اعلام کرد. روز چهارشنبه بین ساعت ده شب و یک بعد از نیمه شب پخش کلیه برنامه های شبکه پنج فرانسه در اثر حمله حکرهای وابسته به گروه حکومت اسلامی به مدت سه ساعت قطع شد. حکرهای داعش موفق شدند، کنترل شبکه تلویزیونی فوق را در دست گرفته و همزمان یازده کانال سایت شبکه و حسابهای آن روی شبکه های اجتماعی رو نیز هک کردند. خبری دیگر از فرانسه با موج اعتصاب در این کشور اروپایی تظاهرات سراسری روز پنجشنبه و چندین اعتصاب گسترده در فرانسه رفت و آمد در آن کشور را مختل کرد و مدارس را به تعطیلی کشاند در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه ده ها هزار نفر در اعتراض به کاهش بودجه خدمات دولتی بالا رفتن سن بازنشستگی و اصلاحات اقتصادی به سود سرمایه دست به راهپیمایی زدند در پاریس برج ایفل بسته شد و بیش از دو هزار پرواز داخلی و بین المللی هم لغو شدند کارکنان رادیو دولتی فرانسه همینطور کارکنان برج های مراقبت فرودگاه ها گروهی از پزشکان تعدادی از اتحادی های کارگری آغازگر اعتصاب سراسری روز پنجشنبه بودند و گروه های دیگری از معلمان کارکنان بیمارستان ها و خطوط راهن نیز به آنان پیوستند دولت سوسیالیستی فرانسه و اولاند رئیس جمهوری فرانسه در ماهای اخیر به دلیل عدم موفقیت در انجام اصلاحات اقتصادی و کاستن از شمار بیکاران از طرف احزاب سیاسی و های کارگری تحت فشار قرار گرفته است از فرانسه به خاور میانه باز میگردیم همکاری فلسطینی ها و سوریه‌ای‌ها ها برای مقابله با داعش در حوالی یرموک مقامات فلسطینی میگویند که برای بیرون راندن پیکار جویان یعنی گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش از اردوگاه یرموک با دولت سوریه به توافق رسیدند. این خبر از سوی احمد مجدلانی از مقام های سازمان آزادی بخش فلسطین که همراه با هیئتی به منظور بررسی وضعیت پناهندگان آزم دمشق شده بود اعلام شد. آقای مجدلانی خطاب به یک کنفرانس خبری در دمشق ضمن اعلام این خبر می گفت ما موافقت کرده ایم که یک اتاق مشترک عملیاتی بین نیروهای سوری و گروه های فلسطینی دارای حضور نظامی قابل ملاحظه در داخل و اطراف اردوگاه تشکیل دهیم به گفته این مقام فلسطینی دولت سوریه و گروه های فلسطینی حاضر در دمشق به این نتیجه رسیدن که در رابطه با وضعیت یرموک هیچ راه حل سیاسی وجود ندارد و برای بازپس گرفتن آن مداخله نظامی لازم است اردوگاه پناهندگان فلسطینی یرموک واقع در حومه دمشق از چهارشنبه پیش اول آوریل مورد حمله نیروهای داعش قرار گرفت این حمله منجر به درگیری های شدید میان نیروهای داعش و آوارگان فلسطینی و سوری مقیم این اردوگاه شد این اردوگاه برای اسکان آوارگان فلسطینی جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948 ساخته شد اما پس از ورود گروه های مسلح مخالف دولت در اواخر سال 2012 به کانون درگیری های سنگین تبدیل شد در حال حاضر حدود 18 هزار پناهنده در این اردوگاه باقی مانده اند که با شرایط بسیار سخت و کمبودهای شدید روبرو هستند از سوریه به کشور افغانستان گذاری خواهیم داشت با رویدادهایی در این کشور با تازه ترین حمله طالبان در حمله طالبان افغانستان به دادگاهی در شهر مزار شریف دست کم ده نفر کشته و بیش از 65 تن زخمی شدند. افراد طالبان که یونیفرم نظامی پوشیده بودند ابتدا با پرتاب نارنجک به مجتمع دادگاه حمله کرده و سپس به درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی حاضر در محل پرداختند در این حمله پنج تن از نیروهای امنیتی و پنج شهروند غیر نظامی کشته شدند ولی اطلاعاتی درباره تعداد مهاجمان و تلفات احتمالی آنان منتشر نشده است یکی از پزشکان در بیمارستان محلی مزار شریف به خبرگزاری فرانسه گفته است که وضعیت تعدادی از مجروحین وخیم است و با این رویداد وقت برنامه شب نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه های از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود